اوضاع در خاورمیانه کماکان به شدت بحرانیه. کشتار و نسل‌کشی اسرائیل در غزه متوقف نشده. هیچ وقعی نگذاشت به دو هفته آتش بس موقت که سازمان ملل تصویب کرده بود. ماه رمضان هم تموم شد. در تمام این دو هفته که قرار بود آتش بس باشه، اسرائیل کماکان زد و کشت و بمباران کرد و اجازه نداد که ماشین ها، کامیون های که مواد غذایی و کمکی می آوردن برای مردم غزه تو رفح وارد بشه. کشتی ها همه عقب زدن. چند تا دیدیم که از امدادگران هم حمله کرد و هفت تا از امدادگران رو کشت. این شرایط به نظر میرسه که کامل نشون میده که اسرائیل هیچ قصدی برای متوقف کردن این کشتار و نسل‌کشی نداره و پروژه‌شو میخواد تا آخرین مرحله ببره و اونم اینه که تمام مردم غزه رو از غزه بیرون کنه. آمریکا هم که کماکان در کنار اسرائیل ایستاده، با وجودی که قطعنامه آتش بس رو که آمریکا این دفعه فقط رأی ممتنع داد بهش رو اسرائیل وقتی نگذاشت، آمریکا کماکان از اسرائیل پشتیبانی کرد، کماکان سلاح داد، کماکان تمام پشتیبانیش رو ادامه داد، فقط لحنش رو یه مقداری عوض کرد. لحن در مورد دولت نتانیاهو، حالا نقد خود نتانیاهو، به نظر میرسه که الان که به بخش عمده از اهدافشون رسیدن، یعنی پاکسازی کامل غزه، شروع بهره برداری از منابع گاز در دریای در ساحل غزه و آغاز لوله کشی یورومد که قرار گاز رو از طریق ساحل غزه ببره به یونان و قبرس و از اون طریق بیاره به اروپا، و در واقع گازی که با انفجار نوردستریم پارسال قطع شد به سمت اروپا رو اینطوری بخوان جبران بکنن، و اسرائیل هم کامل با اروپا وارد تمام این قراردادها شده و کامل مردم غزه و مردم فلسطین رو که این گازها در واقع توی سرزمین و قلمرو اونها پیدا شده رو کاملا دور زدن. حالا که به اینجا رسیدن و اعتراضات خیلی وسیع شده، خیلی روشنه که بایدن به احتمال قوی نمیتونه این انتخابات رو، اگه بخوان همه چی خیلی درست و اصولی و بدون تقلب بره جلو، بایدن نمیتونه رأی بیاره. شروع کردن یه مقداری لحن رو عوض کردن و به قول انگلیسی میخوان نتانیاهو رو بندازن زیر کامیون، همه چی سرمون خراب کنن و پروژه رو ببرن جلو، ولی هنوز داریم میره جلو. ولی از اون طرف مسئله تشدید جنگ تو منطقه کماکان خطرش وجود داره. حمله به سوریه، اسرائیل در تمام این سالها مدام سوریه رو بمباران کرده و این بار ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی رو بمباران کرده و تعدادی از سپاه و غیره و از مامورین جمهوری اسلامی رو کشته. این رو همه به عنوان یک تحریک جدی جنگ گرفتن تو سازمان ملل، همه محکوم کردن به غزه آمریکا. و جمهوری اسلامی هم گفته میزنه ولی هنوز اقدام خاصی انجام نداده. خطر جنگ و تشدید جنگ به طور واقعی وجود داره. آیا این دیوانگی عملی میشه یا اینکه یه ذره سر عقل میان و این رو یه خود روش توافق میکنن، معلوم نیست هنوز چه اتفاقی میفته. منتهی یه مسئله ای رو که ما خیلی روشن باید بهش دقت داشته باشیم، بخشی از اپوزیسیون ایران، اپوزیسیون دست راستی، اپوزیسیون که طرفدار رژیم سابقه، اپوزیسیون که ناسیونالیست، اپوزیسیون ناسیونالیسم قوم‌پرست، همینطور اینها که چشم به آمریکا و غرب دوختن برای اینکه به قدرت برسن، برای اینکه میدونن هیچ راهی ندارن، نه از طریق انقلاب میتونن تو ایران به قدرت برسن، نه اگر واقعا یه شرایطی پیش بیاد که انتخابات آزادی تو ایران برگزار بشه، اینها میتونن از صندوق رأی بیرون بیان. به همین خاطر تنها امیدشون رژیم چنجه که به توسط آمریکا، غرب، ناتو قرار این سازمان پیدا کنه، مثل رژیم چنجی که تو سال 57 انجام گرفت
و دیدیم که آمریکا و غرب جمهوری اسلامی رو آوردن و به این ترتیب انقلاب سال 57، انقلاب مردم برای آزادی، برای برابری، برای رفاه، برای جامعه بهتر، عادلانه‌تر رو عملاً به فجیع‌ترین و جنایتکارانه‌ترین شکلی شکست دادن به این ترتیب و جمهوری اسلامی رو آوردن توی ایران. و الان دست راستی ها دارن دوباره به آمریکا چشم دوختن که با بمباران ایران جمهوری اسلامی رو سرنگون کنه و اونا بتونن بیان سر کار. مسئله دو چیزه. یک، مردم ایران، طبقه کارگر، مردم زحمتکش، مردم محروم، اگر قراره که یک جامعه آزاد بسازن، یه جامعه که به درد و نیاز اونها برسه، یه جامعه که عدالت رو بخواد برقرار کنه، بخواد برابری بیاره، رفاه بیاره، این رژیم نمیتونه با ناتو، با آمریکا بیاد سر کار. این خیلی روشنه. این یکی. دو، به نظر میرسه که این جنایتکاران فاشیست دست راستی به موقعیت فرضاً عراق رو فراموش کردن، یا سوریه یا لیبی یا افغانستان توی منطقه رو. یادشون رفته عراق مشخصا یه اپوزیسیون دست راستی ضد صدام داشت که چلبی یه شخصیت خیلی معروفش بود. اونها به امید اینکه صدام رو آمریکا سرنگون کنه و اونا بتونن به قدرت برسن، رفتن پشت این بمباران‌ها و دیدیم که چه فاجعه‌ای تو عراق شکل گرفت، دیدیم چه اتفاقی افتاد، دیدیم چه جور تیکه تیکه شد، اسلامی ها سنی، اسلامی شیعه، اسلامی فلان، تروریستا، طرفدار جمهوری اسلامی، همه اینا مسلح شدن، جون هم افتادن، مردم رو، زندگیشون رو به نابودی کشوندن، سیاه کردن. این اتفاقی که تو عراق افتاد و اگر کسی چشم دوخته که آمریکا یا غرب بیاد و با بمباران ایران اونها رو بیاره سر کار، فقط بیانگر عدم مسئولیت، عدم انسانیت شونه نیروهای فاشیست جنایتکار دست راستی. جز این هیچ چیز دیگه نمیشه بهش گفت. ممکنه بخشی از مردم هم اینقدر خسته شدن، اینقدر زیر فشارن، جمهوری اسلامی دمار از روزگارشون در آورده، ممکنه یه وقت فکر کنن که شاید اینطوری یک فرجی حاصل بشه. هیچ فرجی اینطوری حاصل نمیشه. نابودیه. پاسخ. ما باید خودمون جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. ما باید با انقلاب خودمون جمهوری اسلامی رو سرنگون کنیم. ما نباید تو این دعوایی که جمهوری اسلامی یک سوشه و آمریکا و غرب و اسرائیل یک سوشن، ما طرف هیچ کدوم رو بگیریم. ما جلوی هر دو اینا میستیم. ما جنگ رو تحریک نمی کنیم. هیچ طرف رو به جنگیدن تحریک نمی کنیم. نه جمهوری اسلامی رو، نه اسرائیل و آمریکا رو. جنگ ما رو نابود میکنه، مردم رو نابود میکنه، ویران میکنه، یک سناریوی سیاهی میاره که 20 سال دیگه هنوز از توش در نیومدیم بیرون. فقط کافیه یک نگاه به خاورمیانه بندازیم، فقط کافیه یک نگاه به افغانستان بندازیم، به لیبی بندازیم، به سوریه بندازیم، به یمن بندازیم، به سودان بندازیم، به سومالی بندازیم. میخوایم بریم عقب‌تر؟ ویتنام، کامبوج، فیلیپین، کره، اندونزی، آرژانتین، شیلی، السالوادور، نیکاراگوئه. چند مثال دیگه ما احتیاج داریم که ببینیم اگر آمریکا و غرب وارد سناریویی برای تغییر یه رژیم توی کشوری بشن، این سناریو سیاه آینده‌اش، برای مردم سیاه. در نتیجه ما باید علیه هر دو، علیه جمهوری اسلامی بجنگیم، ولی خودمون رو سازمان بدیم، تشکلاتمون رو به وجود بیاریم، جنبشمون رو قوی تر بکنیم که بتونیم بالانس قدرت رو به نفع خودمون تغییر بدیم. در این حال محکم علیه آمریکا، غرب، ناتو و اسرائیل بایستیم و تا اونجایی که از دستمون برمیاد تلاش کنیم که این جنگ شکل نگیره. این بحث که این دوتا نیروی هستن که هر دو ارتجایی هن، هر دو ضد انسانی هن، درسته و ما علیه هر دوی،
ولی این به این معنا نیست چون ما علیه هر داییم پس به ما مربوط نیست اگر جنگ شد یا نشد. ما نه محکوم میکنیم نه محکوم نمیکنیم، هم فقط نظاره‌گریم. این موزه غیر مسئولانه است. این موزه هیچ ربطی به موزه سیاسی مسئولانه کمونیستی نداره. این جنگ ما میدونیم که به نابودی و ویرانی اون جامعه میانجامه. اولا یه میلیون کشته میشن. تو عراق یه میلیون کشته شدن. در نتیجه ما باید با تمام قوا جنگ رو محکوم کنیم. جنگ رو محکوم کنیم و هر طرفی که میخواد جنگ رو تحریک کنه محکوم کنیم، در این حالی که ما در مقابل هر دو سوی این جنگ ایستاده‌ایم. با هر دوی سوی این جنگ مخالفیم. علیه هر دو سوی این جنگی، با هر دو می جنگی، ولی جنگ رو محکوم کن. این موزه هست که مسئولانه است و اصولی است. حالا برای اینکه بتونیم متن این شرایط رو بهتر درک کنیم، این وضعیت نابسامان خاورمیانه رو درک کنیم، این تروریسم و این وحشیگری که تو خاورمیانه اومده، این کشت و کشتاری که تو خاورمیانه اومده، این ویرانی که تو خاورمیانه اومده. خاورمیانه با کلونیالیسم در به در و داغون شد و مرزهای علکی براش کشیدن و دیوارهای علکی براش کشیدن و این خانواده رو اونجا گشتن و اون خانواده رو اونجا گشتن، اینو سه تا تیکه کردن و فلسطینی‌ها رو بیرون کردن و اسرائیل آوردن اونجا ساختن و اشغالگر آوردن اونجا و بعد جنگ کردن. ولی به طور مشخص از بعد از سقوط شوروی خاورمیانه وارد یک شرایط بحرانی و نابسامانی ویژه شد. اول با جنگ اول علیه عراق تو سال 1991 بلافاصله بعد از سقوط شوروی و پایان جنگ سرد و بعد 2001 افغانستان، 2003 عراق و بعد اون چیزی که به بهار عربی معروف شد رو داشتیم که بعد اونجا سوریه و لیبی بود و بعد یمن بود و بعد حالا دیگه از همون 1990 سودان و سومالی و اتیوپی هم وارد یک بلبشوی جنگ و غیره شدن. حالا ما بیشتر از این دیگه نمیریم. برای اینکه بتونیم این متن رو بیشتر درک کنیم و اون تزی که پشت این همه جنگ و نابودیه، اون ایدئولوژی و روایتی که پشت این همه جنگ و نابودیه رو یه نگاهی بهش بندازیم تحلیلگرانه تر، من یه نوشته دارم که همین جمعه منتشر شد تو نشریه کمونیست و تو وبسایت‌های مختلف در مورد همین مسئله است و فکر کردم که مفید باشه که من این رو اینجا الان برای شما بخونم. بعد از اینکه این رو خوندم بتونیم شاید باز این مسائل دیگه ای رو که مربوط میشه به این شرایط و به منطقه در حال حاضر بتونیم بیشتر اون رو باز بکنیم یا به بعضی سوالاتی که مطرح شده بتونیم جواب بدیم. خدای بی خدایان، شوالیه جنگ صلیبی مدرن، ریچارد دوکینز در دفاع از مرسنری های مسیحی در آفریقا. ایدئولوژی یکی از مهمترین ابزار حفظ قدرت برای بورژوازی یعنی طبقه حاکم است. هیئت حاکمه با ارائه برای روایت‌های مختلف دنیا را به آن شکلی که خود می‌خواهد برای جامعه ترسیم و توصیف می‌کند. رسانه‌ها، فیلم و هنر، موزیک، آکادمی‌ها همه در ارائه و بقای این روایت‌ها، آنچه در ادبیات مارکسیستی روبنا خوانده شده است، نقش دارد. ما یه نمونه از این جنگ روایت‌ها را در این 6 ماه اخیر به روشنی و صراحت ناظر بودیم. نسل‌کشی اسرائیل در غزه به عنوان جنگ اسرائیل با حماس طرح و توصیف و تبلیغ شد. کوشیدند با روایت دروغینی از 7 اکتبر اسرائیل را قربانی و بچه‌های تکه پاره شده در غزه را حیوان و شیطان جلوه‌گر کنند. البته این روایت تخیلی تر از آن بود که بتواند جامعه را قانع کند. بخش وسیعی از مردم در مقابل آن قد علم کردند. در دوره جنگ سرد به مدت حدود 5 دهه روایت حاکم در غرب
خصومت ایدئولوژیک فرهنگی سیاسی اقتصادی نظامی میان غرب و بلوک شرق یعنی شوروی و اروپای شرقی بود. دو قطب مشخص با ژئوپلیتیک تعیین شده، نهادهای مشخص اقتصادی و نظامی یعنی ناتو و ورشو بر جهان حاکم بود. حیطه دخالت دو قطب مشخص بود. از این رو جنگ سرد توصیف مناسبی بود. دو قطب آماده بودند هر آن لازم شد وارد جنگ حتی هسته‌ای با یکدیگر شوند. پس سقوط شوروی و بلوک شرق دنیا وارد دوره نوینی شد. نظم سابق دو قطبی از هم پاشیده شده بود. جنگ بر سر ریاست دنیا آغاز شد. آمریکا با کمک نزدیک بریتانیا تولد نظم نوین جهانی را اعلام و برای تثبیت خود به عنوان ابرقدرت به عراق حمله کرد. 1,000,000 نفر در نتیجه این جنگ کشته شدند. کشور عراق نیمه ویران شد. این سوت آغاز طلوع خونین نظم نوین جهانی و ویرانی گسترده خاورمیانه در 30 سال اخیر. ایدئولوژی دوره جنگ سرد روشن و صریح بود. در تمام مدارس و دانشگاه‌ها نیز تدریس می‌شد. نظام دموکراسی، حقوق بشر، سرمایه‌داری بازار آزاد در برابر کمونیسم سرکوبگر، توتالیتر و فقیر. بیانیه حقوق بشر حاصل این نبرد ایدئولوژی یا به عبارتی تمدن هاست. پس از سقوط شوروی به یک روایت نوین برای توضیح معادلات و مناسبات و تحولات جهانی نیاز بود. آمریکا به عنوان ابرقدرت رئیس دنیا باید باید پرچمی را به دست می گرفت تا بتواند تحت آن به حاکمیت ادامه دهد. آمریکا چگونه می توانست ریاست خود را بر دنیا تحمیل کند و دنیا چرا باید ریاست آمریکا را می پذیرفت؟ قدرت نظامی، قدرت کشتار و تخریب و ویرانی اولین و مهمترین سلاح است اما کافی نیست. هر جنگ و لشکرکشی نیاز به یک روایت توجیه کننده و بسیج کننده دارد. جنگ مذهبی، جنگ ناسیونالیستی، جنگ ایدئولوژیک، جنگ در دفاع از خود، اینها دلایل مختلف آغاز یا درگیر شدن در جنگ است. چه محرکه یک دولت یا یک جامعه را به شرکت در یک جنگ قانع می سازد؟ تا آنجا که به جامعه برمی گردد، عموم جنگ ها بر مبنای پروپاگاندا و تبلیغات جنگ افروزانه دولت به مردم تحمیل می شود. اما مسئله اینجاست که آمریکا چگونه می تواند دولت‌ها را با خود همراه کند. نظم نوین جهانی به یک روایت توجیه کننده نیاز داشت. در جهانی که دیگر دو قطب نداشت، محور اصلی سیاسی ایدئولوژی که این نظم را چگونه باید ارائه می دادند؟ این سوال اساسی است. 2 سال پس از جنگ اول عراق، ساموئل هانتینگتون معما را حل کرد. هانتینگتون آکادمیسیان و همچنین هماهنگ کننده تحریزی امنیتی کاخ سفید در شورای امنیت ملی آمریکا در دوره جیمی کارتر بود و از دوستان و همکاران برژنسکی مشاور امنیت ملی دولت کارتر مجری پروژه کمربند سبز و اسلامی کردن منطقه در مقابل شوروی بود. هانتینگتون در سال 1993 مقاله‌ای در روابط خارجی منتشر کرد تحت عنوان جنگ تمدن‌ها. این مقاله در فارسی به برخورد تمدن‌ها ترجمه شده ولی من فکر می‌کنم جنگ بهتر محتوایی رو توضیح می‌ده. در این مقاله او اعلام کرد که پس از سقوط شوروی، اسلام بزرگترین مانع تفوق غرب بر جهان است. هانتینگتون این تز را در کتابی در 1996 تحت عنوان جنگ تمدن‌ها و بازسازی نظم نوین جهانی منتشر کرد. مسئله اینجاست که اسلام در دنیای واقعی هیچ خطری
در برابر قدرتگیری غرب نبود. ناسیونالیسم عرب یک خطر جدی در برابر امپریالیسم آمریکا و اسرائیل محسوب می‌شد. از همین رو جنبش اسلامی سلاحی مؤثر در برابر جنبش ناسیونالیسم عرب نیست محسوب می‌شد. این تز را در بوق و کرنا کردند و به روایت حاکم بدلش نمودند. 5 سال پس از انتشار کتاب جنگ تمدن‌ها، آمریکا و متحدینش افغانستان را تحت روایت جنگ علیه تروریسم اسلامی با خاک یکسان کردند. تروریسم اسلامی و جنگ علیه آن به روایت سیاسی ایدئولوژیک قرن 21 بدل شد. طی 20 سال بخش عمده خاورمیانه به ویرانه بدل شده است. جنگ و فقر و دربدری و ویرانی میلیون ها انسان را در چنگال خود گرفته است. باید توجه داشت که پیش از زدن شیپور جنگ با تروریسم اسلامی و تقسیم دنیا به حامیان تمدن و تروریسم اسلامی، بخش عمده بازوهای جنبش اسلامی ساخته شده بود. در فاز اول پروژه اسلامیزه کردن منطقه، یعنی کمربند سبز در مقابل شوروی، رژیم اسلامی را به انقلاب مردم ایران تحمیل کرد و مجاهدین را در افغانستان سازمان داد. سپس در سال 1988 القاعده را ساخت و در اوائل دهه 90 طالبان تشکیل شد که از سال 96 تا زمان یورش آمریکا و متحدین به افغانستان در سال 2001 در قدرت بود. به علاوه در سال 1982 با ابتکار کمک‌های مالی و معنوی اسرائیل، حماس در فلسطین تشکیل شد. داعش در زمان معروف به بهار عربی، زمانی که تروریسم دولتی به سرکردگی آمریکا و با همکاری کامل اسرائیل سوریه و لیبی را بمباران می‌کرد، توسط آمریکا و اسرائیل ساخته شد. پروژه جنگ تمدن‌ها و بازسازی نظم جهانی با تمام قدرت به پیش رفت. آمریکا و غرب موفق شدند از مردم مسلمان، یعنی اکثریت مردم خاورمیانه، تصویر مادون انسان بسازند. وحوشی که به هر جنایتی دست می‌زنند و بویی از تمدن، فرهنگ و انسانیت نبرد. تروریسم مترادف شد با اسلام و تروریست با مسلمان. غرب سمبول و چکیده تمدن و حقوق بشر، این غول وحشی را به زمین خواهد زد. این پیامی بود که از سال 2001 به دنیا مخابره شد. نکته قابل توجه این است که در این مهلکه جنگ تمدن‌ها که اسلام در یک سو و عملاً مسیحیت در سوی دیگر قرار می گرفت، سخنی از یهودیت به زبان نمی آمد. و جالب اینجاست که وسط این منطقه زیر آتش یک دولت یهودی وجود داشته است که بازوی نظامی، سیاسی و ایدئولوژیک غرب است. جنبش سکولاریسم و آتئیسم در جنگ تمدن. طی این دوره یکی از جنبش‌های فعال علیه جنبش اسلامی سکولاریست‌ها بود. خواست یک نظام سکولار به درست، خواست فعالین سیاسی چپ و آزادی خواه منطقه به ویژه جنبش چپ ایران است. این جنبش ها علیه رژیم های اسلامی حاکم در کشورشان مبارزه می کنند. لذا نزدیکی سیاسی میان جنبش سکولار در غرب و سازمان های سکولار حق بزن از خاورمیانه به وجود آمده است. در سالهای اخیر به ویژه به دنبال نسل‌کشی اسرائیل در غزه، ریاکاری، معیارهای دوگانه، عدم انسجام و بی پرنسیپی این جنبش و سازمان‌ها در رابطه با اسرائیل و یهودیگری برملا شد. شخصیت‌های شهیر به آنها به طور نمونه ریچارد دوکینز و سم هریس راسیزم زمختی را از خود بروز دادند. به ویژه طی این 6 ماه اخیر اعتبارشان به میزان زیادی زیر سوال رفته است. برای حفظ خود به دست و پا افتادند. اعتبارشان پاره پاره شده است. اسکاندال بزرگ ریچارد دوکینز. فیل مرسد. هفته پیش ریچارد دوکینز که به خدای بی خدایان، به خصوص در میان آتیست های ایرانی بدر شده است، در یک مصاحبه رادیویی با LBC رادیو آنلاین گفت که او از فرهنگ مسیحی دفاع می کند. می خواهد بریتانیا مسیحی بماند. تحت فرهنگ مسیحیت احساس آرامش می کند. خود را از نظر فرهنگی مسیحی می داند. گفت که اگر قرار باشد میان اسلام و مسیحیت انتخاب کنم، هر بار مسیحیت را انتخاب خواهم کرد. مسیحیت در اساس یک مذهب شایسته یا معقول است، به شکلی که اسلام نیست.
در ادامه ابراز خوشحالی و آسوده خیالی کرد که مرسنری های مسیحی در آفریقا محکم در برابر مرسنری های مسلمان ایستادند. این دفاعی از مسیحیت و مرسنری های مسیحی در آفریقا عمق درماندگی و استیصال این جماعت را در شرایط کنونی، در شرایطی که روایت تمدن غربی در برابر تروریسم اسلامی آنچنان نخنما شده است که احدی آن را دیگر نمی‌پذیرد، نشان می‌دهد. دروغ و ریا کاملا برملا شده است. پرده های پروپاگاندا دریده شده است. امپراتور اوریان در برابر چشمان جهانیان ایستاده است. اوضاع آنچنان بلبشو شده که رشته تعقل و انسجام به کلی از دست هیئت حاکمه رفته است. چشمان مردم گشوده شده است. جامعه بیدار شده است. پشت تبلیغات دروغین و پروپاگاندا را می‌بیند. اکنون یک کمدی تاریخی در بریتانیا در دفاع از مسیحیت توسط نخست وزیر هندو و سکولاریست‌ها و آتئیست‌های سرشناس به نمایش درآمده است. می‌کوشند مسلمان ستیزی را گسترش دهند. شیپور یک جنگ صلیبی مدرن را به صدا درآورده‌اند. اما جامعه نمی‌پذیرد. پس می‌زند. اوضاع آنچنان شور شده است که لیدر سابق حزب راسیست دست راستی انگلستان نیل گریفین ریاکاری دولت و رسانه‌ها در رابطه با شیوه برخوردشان به بیش از 30,000 کشته در غزه و 5 امدادگر غربی را افشا می‌کند. تمام امارت تمدن حقوق بشری، احترام به آزادی بیان و عقیده، دفاع از حقوق زن و جدایی مذهب از دولتشان با ترکش بمب‌های اسرائیل که بر سر کودکان غزه فرو می‌ریزد با خاک یکسان شده است. هرچه دروغ‌هایشان بیشتر افشا می‌شود، هرچه اعتبار اخلاقی، علمی، سیاسی و فرهنگی خود را بیشتر از دست می‌دهند، بی پرنسیپی و ریاکاری و دروغ‌های خود را بیشتر عیان می‌کنند. تراژدی نسل‌کشی در غزه میزان وحشیگری، خشونت و بی‌رحمی که اسرائیل در این 6 ماه از خود نشان داده و نقش فعال آمریکا و غرب در آن یک ضربه بزرگ به ایدئولوژی جنگ تمدن‌ها وارد آورد. این روایت دروغین جنگ تمدن‌ها و دو قطب تمدن غرب و تروریسم اسلامی را باید بدورید. قطب انسانیت باید روایت خیش را از این جهان ارائه دهد. دنیایی فارغ از نفرت و خصومت مذهبی، قومی، ملی و نژادی. دنیایی که با آزادی و برابری همه انسان‌ها در سراسر جهان احترام می‌گذارد. سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت از این بختکی است که به آن دچار شده. جنگ و ویرانی و کشتار چند ده میلیون انسان حاصل نظام سرمایه‌داری است. نفرت و خصومت و خطر هر روزه عذاب. سوسیالیسم تنها راه نجات بشریت از این بختکی است که به آن دچار شده است. جنگ و ویرانی و کشتار چند ده میلیون انسان جنگ و ویرانی و کشتار چند ده میلیون انسان حاصل نظام سرمایه‌داری است. نفرت و خصومت و خطر هر روزه جنگ حاصل نظام سرمایه‌داری است. این نظام را باید سرنگون کرد و دنیا را بر روی قاعده‌اش قرار داد. امیدوارم که این نوشته، این مقاله تونسته باشه تا حدودی متن شرایط و معادلاتی رو که ما توی این شرایط باهاش دست به گریبانیم یا باش در برابرمون قرار دارد رو تا حدودی باز کرده باشه. این به این معنا جنگی که تو خاورمیانه شکل گرفته و الان اقلن اگر قبلم بذاریم کنار، تو 30 سال اخیر، تو زمان ببخشید 40 سال اخیر از زمان سقوط شوروی و پایان جنگ سرد، این جنگ به یک معنا هدفمنده، هرچند که ویرانی ها یه جور حالت آشوب و کیاس داره، ولی هدفمنده، تز داره. آمریکا برای اینکه بتونه ابرقدرت دنیا باقی بمونه، رئیس دنیا باقی بمونه، به این جنگ و ویرانی ها نیاز داره و الان 40 ساله به اشکال مختلف داره این جنگ رو میبره جلو و هرچی بحران شدیدتر میشه، این جنگ ابعادش گسترده تر میشه.
این مسئله ای هست که ما باهاش روبرو هستیم. آیا این به این معناست که حتما این جنگ الان گسترده میشه و به ایران حمله میشه؟ خیر، ولی خطرش وجود داره. خطرش وجود داره و باید به اون فکر کرد، باید براش تلاش کرد، راهی پیدا کرد. نه اینکه آسون باشه. اگر دولت‌ها تصمیم بگیرن بمب بریزن، میریزن. اون تا ما ببینیم چه تلاشی میتونیم بکنیم. از من پرسیده میشه وقتی من اینطوری بحث میکنم، اسرائیل رو به این شکل محکم محکوم میکنم در مورد نسل کشی در غزه، آمریکا و غرب و ناتو رو محکوم میکنم در رابطه با این نسل کشی و جنایت. به من میگن تو به این ترتیب داری عملا از حماس دفاع میکنی و از جمهوری اسلامی. ببینید این دو قطبی به این شکل متاسفانه تا دنیا بوده، تو عالم سیاست اینجوری بوده، ولی حالا ما میریم سراغ چپ. تو اینجا بحث از طرف چپ داره انجام میده. چپ خیلی وقتا تو این معادله گیر کرده. فرضاً اگر توی به خصوص کشورهای تحت سلطه جنبش ناسیونالیستی ضد کلونیالیستی و ضد امپریالیستی قوی بوده، خیلی وقتا چپ این وزنه رو این منور میکرده، اینقدر فرزند علیه امپریالیسم آمریکا و غرب یا کلونیالیسم میشد که نیروهای ارتجاع درونی رو نمیدید و به اونها تسلیم میشد. به طور نمونه تو سال 57 تو ایران ما شاهد بودیم بخشی از چپ آنچنان علیه آمریکا بود که از خمینی دفاع کرد. بعضی ها دفاع کردن، بعضی ها برخورد دوگانه کردن، بعضی ها سکوت کردن. الان که قضیه اینجوریه که جمهوری اسلامی به خاطر جنبش اسلامی و بعد اون به اصطلاح تروریسم دولتی اینا چون علیه هم هستن، اگر شما یه بار تروریسم دولتی رو محکوم کنی، جنبش اسلامی رو محکوم نکردی، گویی داری از جمهوری اسلامی و از حماس فرضاً تو مورد اسلامی دفاع می‌کنی. این مغلطه است. این هیچ ربطی به واقعیت و به حتی علم سیاسی نداره. شما نمیتونی هر آن که یک ارتجاع رو داری محکوم میکنی، یک کشتار رو داری محکوم میکنی، یه نسل کشی رو داری محکوم میکنی، یه جنایت رو داری محکوم میکنی، یه سرکوب رو داری محکوم میکنی، حتما اون قطب ارتجاع رو هم که لزوماً اینجا الان نقشی ندارن هم باید محکوم کنیم. این جوکه. این ربطی به سیاست کمونیستی نداره، به سیاست مسئولانه نداره. جمهوری اسلامی از نظر ما محکومه. 40 سال، بیشتر از 40 سال محکومش کردیم، بیشتر از 40 سال باهاش جنگیدیم، بیشتر از 40 سال قربانی دادیم، بیشتر از 40 سال افشاش کردیم ماهیت ارتجاعی و جنایتکار و فاسد و دزد و تروریستیش. حماس یک جریان تروریستی ارتجاعی فاسده. بارها در موردش حرف زدیم، در مورد شکل‌گیریش، چگونه به توسط اسرائیل شکل گرفته، چطوری بهش پول میدن، چطوری داره تو دست اسرائیل و غرب بازی میکنه، همه اینا رو توضیح دادیم. یه ویدیو من بستم هفته پیش در مورد پس حماس چی. اونجا توضیح دادم، حماس رو توضیح دادم و گفتم چرا حماس رو برای هر چی میخواید محکوم کنید. هر روز پشید، روزی 100 بار بهش فوش بدید، ولی در مورد نسل کشی در غزه نمیتونید حماس رو محکوم کنید. این 7 اکتبر آغاز این نسل کشی نیست. آغاز این نسل کشی 75 سال پیش بوده. 6 اکتبر، 5 اکتبر، 4 اکتبر، کشتن 30 تا بچه رو توی ساحل غربی تو تابستون، اینا رو چطوری توضیح میدی؟ اتفاقا یک نکته خیلی جالبی بود، متاسفانه اسم یادم رفته، یک دکتر نروژی هست که فوق‌العاده انسان رادیکالیه و از حقیقت دفاع میکنه، از مردم فلسطین دفاع میکنه، جنایات اسرائیل و آمریکا و غرب رو به شدت محکوم میکنه، تو غزه بود وقتی به غزه حمله شد، تو بیمارستان داشت کار میکرد. این یه مثال جالبی زد، گفت تو سال 1982 اون تو لبنان بوده، تو بیروت به عنوان دکتر جوان رفته بود اونجا و اونجا هم داشته با فلسطینی‌ها کار میکرد. به لبنان حمله کرد،
صبرا و شتیلا، کشتاری که از فلسطینی ها کردند توی اون صبرا و شتیلا، دوتا منطقه ما پناهنده های فلسطینیه، اونجا فلسطینی ها زندگی میکنن، زندگی وحشتناک داغون مثل خارج از محدوده های تهران فرسن، یه همچین زندگی دارن. به اونجا حمله کرد، اونو کشت. و این دکتر میگفت بهانش این بود که PLO یعنی الفت اونجا داره تو لبنان داره میجنگه. اون موقع الفت بود، الان حماس. ولی اون موقع دنیا نمیخرید، کسی الفت رو اون موقع محکوم نمیکرد، جز آمریکا و غرب و اسرائیل هیچ کس الفت رو اون موقع محکوم نمیکرد، چون نیرویی بود برای حق تعیین سرنوشت فلسطینی ها مبارزه میکرد علیه اشغال دولت اسرائیل و اپارتاید نژادی و اسرائیل و غیر ذالک. اون موقع فرهنگ سیاسی جامعه متفاوت بود، دنیا متفاوت بود. الان غرب تونسته، اسرائیل تونسته اینو به یه بخشی بندازه که هر بار شما میخواید اسرائیل رو محکوم کنید باید یه حماس هم محکوم کنید. مثل چیز شده وقتی یه چیز اشتباه میگین، فارسی میگفتن استغفر الله مثلا از چیز مذهبیش، این هم اینطوری شده، اسرائیل محکوم میکنید، استغفر الله، حماس هم محکوم. اون جوک شده، همه دارن بهش میخندن. ببینید مردم چطوری راجبش حرف میزنن. ولی چون تو ایران یه جمهوری اسلامی، یه رژیم اسلامی باید گفت سر کاره، اینا تونستن ذهن ما رو بچرخونن اینجوری. و اون چیزی رو که اسرائیل اول به مردم دنیا به بخششون انداخت، ولی الان مردم دنیا کاملا پس زدن و فقط دولت‌های غربی هستن که ازش حرف میزنن، تونسته به بخش از مردم ایران و بخش از جنبش چپ ایران بیندازه. چون مردم با یک نظام اسلامی روبرو هستند، دهنشون بس رو ببنده که اسرائیل و غرب رو محکوم نکنن در مورد نسل‌کشی فلسطین، چون حماس میبره و بعد جمهوری اسلامی میبره. این مغلطه است، این مغلطه است، همین رو باید گفت، این مغلطه است و هیچ چیز دیگه نیست. ما به عنوان کمونیست، ما به عنوان کمونیست های کارگری منصور، خط منصور حکمت، ما همیشه در کنار آزادی، برابری، عدالت و انسانیت نیستیم. ما از انسانیت دفاع میکنیم، ما از آزادی و برابری همه انسان ها دفاع میکنیم، ما از یک جامعه دفاع میکنیم که توش آزادی، برابری و رفاه تک تک انسان ها صرف نظر از رنگ پوست، نژاد، ملیت، قومیت، زبان، مذهب، جنسیت، تمایلات جنسی، هر چیزی که میخواید بیارید، اینها با هم برابرند. برنامه ما 40 سال پیش این رو نوشته توش. ما در این حال فکر میکنیم، نظر داریم که یک نظام سکولار یا لائیک شرط اساسی سیاسی یک نظام آزاد. ما علیه جمهوری اسلامی با تمام قوا میجنگیم. باید علیه جمهوری اسلامی تشکلات خودمون رو بسازیم، مجامع عمومیمون رو تشکیل بدیم، خودمون رو بتونیم متشکل کنیم، بتونیم درگیر شیم و بتونیم جمهوری اسلامی رو بندازیم. ولی ما به نیروی خودمون جمهوری اسلامی رو میندازیم. این اون نقطه کلیدیه که اگر ویرانی نمیخوایم، اگر آزادی میخوایم، اگر برابری میخوایم، اگر میخوایم انسانیت رو زنده نگه داریم، این راهش. یه نکته دیگه که در این مورد باید گفت، در این مورد که هر وقت میخواید اسرائیل رو محکوم کنید باید حماس هم محکوم کنید، اگر این کارو نکنید حماس و جنبش اسلامی و رژیم اسلامی بزرگ میشن و مطرح میشن، اتفاقا غلطه، اتفاقا برعکسه. اتفاقی که افتاده تو این 6 ماه، تو این نسل‌کشی و جنایت، هرچی حماس رو بیشتر محکوم کردن، هرچی حماس رو بیشتر نام بردن، حماس محکوم شد. حماس به گفته بسیاری قبل از 7 اکتبر مقدار زیادی موقعیت خودش رو
از دست داده بود. فسادش رو مردم میشناختن. تو غزه مردم اینو با پوست و گوشتشون لمس کرده بودن. همه میدونن هم الفتح بسیار فاسده، هم حماس بسیار فاسده. مردم غزه میفهمن. مردم فلسطین میفهمن. نباید دست کمشون گرفت. میشناسن اینا رو. منتها تحت یک رژیم آپارتاید زندگی میکنن. سرکوب، زندگیشون سرکوب روزمره‌ای که توسط دولت اسرائیل بر مردم غزه، بر جوونا و نوجوونا و بچه های غزه تحمیل میشه، وحشتناک. این زندگی روزمره شونه. الان کشتارشون دارن میکنن، ولی زندگی روزمره شون اینطوریه. از اون طرف چه الفتح چه حماس جریانات بسیار بسیار فاسدی هستن و مردم اینا رو میبینن، منتها انتخاب دیگه ندارن. جریان رادیکال مترقی و پیشروی قوی نیست، حتی اگر وجود داشته باشه، که بتونه شکل بگیره و اون رهبری مردم رو، سازماندهی مردم رو به عهده بگیره. دستشون خالیه. با دو تا جریان فاسد روبرو هستند و مدام دارن سرکوب میشن، کشته میشن، زندانی میشن، شکنجه میشن. تو این شرایط اتفاقا حماس محبوبیتش بسیار کم شده بود. منتها بعد از 7 اکتبر اینکه اعلام شد گویی حماس یک عملیاتی علیه رژیم اشغالگر، رژیم آپارتاید، رژیم سرکوبگر، اینطوری میبینن مردم اونجا، یه اتفاقی افتاد که این اتفاق خب باعث شد که بعد اسرائیل حمله کنه. حتما این برای مردم بسیار ناگوار بود، ولی بعد که دیدن چگونه اسرائیل داره بمب میریزه، تون 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 بمب میریزه، میکشه، خراب میکنه، ویران میکنه، این خیالش نیست، وحشیه، وحشی. آمریکا و غرب هم دفاع میکنه. اون وقت هر چیز حماس رو زدن، حماس بیشتر نقش رهبر جنبش مقاومت رو پیدا کرد. تو یک همچین شرایط سرکوب، خفقان، استیصال، ناامیدی، جنبش مقاومت معنا پیدا میکنه و بعد میتونن سر این جنبش مقاومت هر کثافتی رو بذارن و دارن میذارن. عملا داره این اتفاق میفته. طبق گفته های بسیاری از یه ماه بعد از آغاز جنگ یا نسل کشی تو غزه از این حرف میزدن که محبوبیت حماس بین فلسطینی ها یا توی فلسطین و تو منطقه 3 برابر شد. یعنی شما اگر فکر میکنید با هی گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر حماس، هم حماس من محکوم میکنم، اسرائیل هم محکوم میکنم، اگه اینطوری بخواید کار کنید، همونطور که CNN میکنه، BBC میکنه، تلویزیون آلمان میکنه، تلویزیون فرانسه میکنه، گاردین رو انجام میده، نیویورک تایمز انجام میده، اگه بخواید مثل اینها کار بکنید و هی اینو بگید، اتفاقا باعث محبوبیت حماس میشید. و این اتفاقی که افتاده. دانش پشت این قایم نشید که شما اگر حماس رو همراه با اسرائیل محکوم نکنی، حماس محبوب میشه، جنبش اسلامی محبوب میشه، جمهوری اسلامی محبوب میشه. نه، اینطور نمیشه. اتفاقا اینطور نمیشه. جمهوری اسلامی برای کی محبوب میشه؟ برای مردم ایران؟ همچه اتفاقی نمیفته. برای مردم منطقه دیگه الان میبینن دیگه. الان تمام دولت‌های منطقه رو مردم دیدن. تمام دولت‌های منطقه رو دیدن. به نوعی دست داشتنشون توی این جنایت، یکی کمتر یکی بیشتر، توافقات، تمامشو دیدن. جمهوری اسلامی محبوب میشه؟ اگه ما فقط اسرائیل رو محکوم کنیم، جمهوری اسلامی رو فوش بش ندیم؟ حماس رو محبوب میکنیم با محکوم کردنش؟ فقط نشون میده چقدر بیگانیم، دوریم از واقعیت، چقدر نمیشناسیم اونجا چه اتفاقی داره میفته، چقدر فقط یه چیزایی رو تکرار میکنیم و چقدر حب اسرائیل رو قورت دادیم، حب اسرائیل و آمریکا و بی بی سی و سی ان ان رو قورت دادیم، تبلیغات دولت آلمان و فرانسه بریتانیا رو قورت دادیم.
فقط ساده لوحیمون رو نشون میده. اگر ریگی به کفش نداریم، این نشون دهنده ساده لوحیمونه که فکر میکنیم هر بار میخوایم بگیم اسرائیل بده باید بگیم حماس هم بده و جمهوری اسلامی هم بده، وگرنه اینا این عدم درک شرایط واقعی و عینی دنیا و جامعه وجود داره. متاسفانه اینطوری نمیشه روایت اسرائیل رو مردم انداخت. این روایت کمونیست کارگری نیست، این روایت واقعیت نیست، این روایت انسانی و عادلانه نیست، این روایت مترقی و پیشرو نیست، این روایت اسرائیل، این روایت آمریکا و غرب. که هر وقت میخوام بگم اسرائیل کار بدی کرده، قبلش باید بگم علت کار بد اسرائیل اینه که حماس کار بد اول شروع کرد، اسرائیل برای اینکه جواب اونو بده کار بد انجام داد. این روایت، این معادله هیچ ربطی به حقیقت نداره و با این کار شما فقط حماس رو قوی میکنید، حماس رو بهش اعتبار میدید. اتفاقا شما اینطوری جنبش اسلامی رو بهش اعتبار میدید، در حالی که اگر نشون بدید چگونه جنبش اسلامی تو دست تروریسم دولتی داره کار میکنه، چگونه همشون دستساز تروریسم دولتی هستن، چگونه با هم دارن مردم رو ویران میکنن، اینطوری میتونید قطب سوم بسازید، اینطوری میتونید قطب سوم رو در مقابل این دوتا قطب که دستشون تو دست همه و با همه، قطب مترقی خواهی، قطب انسانیت، قطب عدالت، قطب آزادی، قطب برابری رو بسازید.